به نام خداوند و بخشنده و مهربان درود و سلام بینندگان عزیز و گرامی قدر با شما هستم شرف الدین گدایوف میخواستم فکر و اندیشه و نظری خودم را وابسته به نسل کشی در افغانستان از جانب گروه های تروریستی اکستریمیستی طالبان و همزمان به مسئولیتی حکومت تاجیکستان بیان بدارم. چرا من به مسئولیتی حکومت تاجیکستان میگویم؟ چون رحمان آمد با یک چند شعارها در اول یک موقع خوب رو گرفت و اما در عمل کرد این عملها رو انجام نداد، چون با این ستاتوسی که خود رژیم رحمان خود رحمان خودش را داده است، پیشوای ملت و پیشوای تاجیکان و آفتاب و ماهتاب و ستاره و هزارها عنوانها برای خودش داده است، مجبور بود که این شعارها را بدهد. ولی ما در عمل کرد اون چیزهایی را که انتظار بود داشتیم و مردم افغانستان، تاجیکای افغانستان انتظار داشتند، اما رحمانوف نتوانست. و رحمانوف یک موقع خوبی داشت که از تاجیکان پنشهر حمایت کرد، چون هر حکومتی که در تاجیکستان یک حکومت ملی بود و مردمی بود و یک حکومتی بود که دلش به ملتش میسوخت و به هم فرهنگان و هم زبانان و هم ملتان مشمی سخت، هیچگاه تاجیکان افغانستان را تنها نمیگذاشت. هر حکومتی که در تاجیکستان میشد و این موقع ملی می داشت، تاجیکان افغانستان را تنها نمیگذاشت. در صورتی که بیشتر از کشورهای ابد قدرت این قدم را برای کمک کردن و کمک رساندن به تاجیکان افغانستان واگذار کردن به خودی رحمان که در دست دارد با گروه های تروریستی و در تاجیکستان هم گروه های این تروریستی و اکستریمیستی طالبان دفتر داشتن، آفیس داشتن و رفت آمد داشتن و تمام کمک ها را از طریق تاجیکستان می گرفتن و مقابلی ناتو مبارزه می بردن و کشورهای خواجه حالا که پشتیبانی میکنن آنها کمک میکردن. یعنی در مجموع بگیریم همدستی با طالبان داشت و کمک میکرد برای به قدرت رسیدن طالبان. وقتی که رحمان با این همه با طالبان کمک میکرد، حالا یک متهمی نزدی طالبان و نزدی انا همین کشورهایی که پشتیبانی از طالبان میکنند یک متهمی دارد و برای یک مقدار خودش را نشان دادند که من هستم ولی در عمل کرد نشان نداد، چون اونها خواجگان خارجی طالبان به رحمانوف این اجازت را ندادند. گرچند دیگر ابرقدرت ها این آمودگی خودشان را اظهار داشتند که اگر حکومت تاجیکستان پشتیبانی کند ما در پهلویش هستیم، چون برای ابرقدرت هایی که چین و روسیه خوب است که یک توازن در افغانستان به وجود بیاید که قدرت مطلق را در دست یک گروه های تروریستی افرادگرای ایدئولوژی نتیان، چون این بر ضرر هم منطقه است و بر ضرر هم اونها است و آنها یک خواستار یک حکومتی بودن که در آنجا توازنی وجود داشته باشد، حداقل از مردم های این شمال هم باشند که توانند یک حکومت متدل را به وجود بیارند. اما که این رحمانوف این دست را دارد با خواجگان خارجیش، نگذاشت که نتوانست که با تاجیکان افغانستان کمک رسانده شود. ببینید این بسیار جای شرم آور است که ما حتی در مرز تاجیکستان افغانهایی که تاجیکانی که از افغانستان میخواهند به مرز تاجیکستان بیایند از ظلم و ستم، قتل و کشتاری انا همین گروه ها گریخته به تاجیکستان آمدند، ما یک پلتکه یک جای زیست برای آنها ندادیم، نان خوردن ندادیم، حتی مردمی محلی که در این شروبات و دیگر جا زندگی میکنند خواهش کمک کردن با این تاجیکان همزبان ما کردند، حکومت برای اونها اجازت نداد که با اینها کمک کنند. یعنی حکومت تاجیکستان، رژیم رحمانوف هم در تاجیکستان دست به آدم کشی زده ایستاده است، تاجیک کشی زده ایستاده است و هم اجازت میدهد که در افغانستان این تاجیک کشی ادامه یابد. یعنی تاجیکان به خاطر تاجیک تولدشون ندارشان با
گناهگار شده. به مثل همون شعری لایق بزرگ که یا خطا رفتم با تاجیک تولد شدنم، یعنی عیب من با این تاجیک تولد شدنم. یعنی در اینجا حکومتی تاجیکستان باید این موقع را می گرفت و دیگر کشورها برای تاجیکستان کمک میکنند. در صورتی که در این نسل کشی در افغانستان کشورهای سیوم کمک کرده استودن. کشورهای سیوم یک گروهی یک قوم را کمک کرده استودن، قوم دیگر را بکش. نسل کشی، در نسل کشی یک قوم دیگر کمک کرده استودن. در این صورت حکومت تاجیکستان باید که موقع خودش را بیان میکرد. حداقل اولین کاری که در اینجا میکرد چی بود؟ کشورهایی که در عملیات های پنجشیر کمک های هوایی نظامی کردند، بمبارد کردند، چندی جوان مرد را کشتند، 24 ساعت وقت میداد که سفارتاشان را از تاجیکستان بیرون کشند، جلو پوستکشان را بگیرند، از تاجیکستان بیرون روند. این یک جرأت و جوان مردی میشد، یک مستقلیت تاجیکستان را نشان میداد که در برابر تجاوز کشورهای سیوم در نسل کشی با همدستی گروه های تروریستی طالبان، چون به نسل کشی مشغول هستند، اونها را بیرون میکرد. این دخالت در امور سیاستی، در امور داخلی کشور دیگر بود. باید که اینجا حکومت تاجیکستان نمیدانم حالا داد و فریاد میکرد به سازمان ملل متحد، به دیگر جا دعوت میکرد که به این نسل کشی نقطه گذاشته شود. در صورتی که امروز نسل کشی رفته ایستاده است، تمام کشورها در برابر این نسل کشی تاجیک ها مشغول هستند. چون وقتی که یک حکومت رسمی بتواند از این نسل کشی گپ زند، سخن گوید، این حرف قدرت سخنش دیگر است. وقتی که رحمانوف از اینها متهم است و پیش اینها سرخم است، نمیتواند این موقع عملی شونده را انجام دهد. هر حکومتی که میشد این کار را میکرد، هر حکومت ملی میشد میکرد. در صورتی که رحمانوف هزارها ده ها عنوان پیشوای ملت و تاجیکا و بلا و بتر به خودش داده است، باید که رحمانوف به حداقل به خاطر این عنوانهایش یک کار در عملیه که در برابر این تاجیک ها میکرد، با سخنی، با حرفای زبانی، با حرفای خشک و خالینی، با عمل در برابر گروه های تروریستی او باش که با عمل انجام، با عمل باید کار کرد، باید کارهای را انجام داد که اون طرف فکر کند که این مردم پشتیبان دارند، این مردم را این قتل عام کردن ممکن نیست. وقتی این عمل را حکومت تاجیکستان میکرد، کلی مردم از این پشتیبانی میکرد، موقع خود حکومت هم تا یک اندازه مستحکم میشد و در پیش شریکان استراتژی و انامون ابر قدرت ها یک قدر و قیمت و پیدا میکرد که همین حکومت، همین رژیم از همون تاجیکان خودش حمایت کرد. در صورتی که خود رحمانوف تاجیکا را در تاجیکستان میکشد، بهترین جوان مردها را در زندانش میکند، کسی را کشتن میتواند زندان میکند، کسی را میتواند میکشد. در افغانستان هم تاجیک کشته ایستادن، در اینجا هم تاجیک. ما چی گناه داریم؟ چی عیب داریم؟ به این خاطر حالا رحمانوف دیگر فشنگ ها هم دارند. برق را با افغانستان قطع کرد، برای ملت و شهروندان خودت برق را قطع میکنی، برای این گروه های تروریستی و اکسیمیسی چرا برق میدی؟ چرا باز امکانیت میدی که از طریق تاجیکستان مرز آنها داد و گرفت مالی و دیگر داشته باشند؟ در صورتی که در تاجیکستان این گروه تروریستی و اکسیمیسی است و طبق قانون های تاجیکستان اجازت نیست که شما معامله با این گروه های تروریستی انجام دید. این عمل رحمانوف هم غیر قانونی است. تمام عمل کرده رحمان متهمی غیر قانونی است. و چند سخنی را هم که در برابر طالب ها و اینها میگوید، به خاطر خواجگان خارجیش قطعی مسئلت نکنه، من یک چند سخن اجازت دید که من بگویم، ولی در عمل کرد باید رحمانوف نشان میدهد. حالا هر کاری را هم که هر کمک های را هم اگر شاید به افغانستان بکنند، اون کشورهای سیوم هم که میکنند، کشورهای سیوم هم که آنها انجام میدین به نام تاجیکستان، چون خودشان نمیتوانند مستقیما این کار را انجام دهند.
ولی اگر موقع رو پر تاجیکستان می گرفت و آشکار می آمد در برابر در پهلوی مردمی پنشهر و دیگر جامعه ایستاد، من فکر می کنم وضعیت پنشهر در این صورت نبود. طالبان جرأت پیدا نمی کردن که واردی چی شوند، چون می دانستن که با تاجیکستان این موقع رو از پیش خودش نگفته است. یعنی این موقع چند کشورهای دیگر هم هست. وقتی من با جرأتانه گپ می زند معلوم می کرد که این موقع، حالا من این رو میگویم، ولی در پشت این موقع ده ها پشتیبان دیگر هم ابر قدرت ها هستند که در صورت راضی نشدن اونها هم در اینجا با ما کمک میکنن. یعنی تنها نیستم، یعنی این موقع رو واقعا داده بودن، ولی رحمانوف اینها رو استفاده نکرد. یعنی رحمانوف در هم دستش در تمام این جنایت ها دست دارد، تمام اینها گرفتار است. بدترین شرایط که حالا هم مردمی تاجیک در تاجیکستان دارد و هم مردمی افغانستان، گروهی طالبان هم از رحمانوف هیچ فرق ندارد. رحمانوف هم یک تروریست با نامی دنیوی هست، یک تروریست دیگر طالبان با نامی اسلامی هست. اسلام، یعنی هر دو در عمل کرد بر ضد بشریت، بر ضد انسانیت مبارزه می‌کنند، به خاطر منفعت. طالب هم نه به خاطر اسلام، به خاطر قدرت، به خاطر موقع خودشان، به خاطر جایگاه خودشان با سفارش خواجگان. موقع رحمانوف هم به خاطر خانوادهش، انا همین ثروت و پول و قدرت. یعنی هر دو به خاطر نه منفعت، نه اسلام، نه هیچ چیز، نه مردم، هر دو به خاطر این است. به این خاطر من از حکومت اگر قدر و ناموس و وجدان و نمیدونم ذره در دید شما باشد، باید امروز عمل با عملتان نشان بدید که ما در پهلوی مردم پنشهر، در پهلوی مردم تاجیکان هستیم. ما تمامی عملکرد طالبان رو در این زمینه من شخصا خودم محکوم میکنم، چون این موقع شخصی من است. تمامی این عملهای را همچون عملهای ضد بشری میدونم و از تمامی جامعه جهانی هم، از تمامی مردم هم و دعوت میکنم که این عملکرد طالب را و این عملکرد گروه های طالب با این تروریست را محکوم میکنم و این عملکرد بر ضد بشریت، بر ضد انسانیت روانه کرده شده است که هیچ وقت سفید شوی نیست. این را هیچ صابون نمیتواند بشوید. طالب را با این جنایت و آدم کشیش هیچ کس نمیتواند بگوید که طالب تغییر کرده است، طالب انسان خوب است، طالب حقی حکومت. طالب هیچ چیز ندارد، هیچ انسانیت ندارد، موقع ندارد. طالب یک ظالم، یک جنایتکار بر سر این مردم افغانستان است. در اینجا سخنان خودم رو به پایان میرسانم و امیدوار هستم که موقع فکر اندیشه من رو حکومت بگیرد و من با این باور هستم که صدها و هزاران میلیون ها تاجیکی که در این شب روز دلشان به این به پنشهر و به تاجیکستان یاد میسوزند، با این موقع من راضی هستم. خداوند یار و مددگارتان باشد. تا صحبت های دیگر.